چراغاش فقط با موبایل های خودمون داریم اینجا رو روشنایی میکنیم. علت وایسادن ما تو این وقت شب اینجا، الان دو شبه، همین قبلی که دارید میبینید دو شبه الان دفن کردیم اینجا. ولی متاسفانه یه چیزی که رایج هست اینجا تو شهرستان شادگان استان خوزستان، چیزی که الان شده امنیت قبر هست. قبری که میتی که اینجا دفن میکنه هیچ امنیتی نداره. امنیت چیه؟ اینجا نفش قبر داریم، یه چیزی که داریم نفش قبره. اینجا میان یه عده سوجو، یه عده نمیدونم دیگه اسمشونو چه بذارم، کافر، یهود، مسلمون، نمیدونم از کدوم دینی هستن اینا، میان نفش قبر میکنن، میتو در میارن، گوشتشو میبرن یه جایی که معلوم نیست، قاچاق میکنن یا تو خود شهرستان یا یه جای دیگه پخش میکنن. ما الان دو شبه داریم، الان دیشب میتو اینجا دفنه که برادر خودم هست، من خودم علی آلبوخنفر، اینم قبر برادرم مرتضی آلبوخنفر، جوون هست. اینا هم اکثرشون دنبال جوونه، هر کی جوون دیدن فوت کرده به هر علتی که شده حالا فوت کرده، میان دنبالش، میان نفش قبرش میکنن. الان دو شب دیشب دفن کردیم اینجا این قبر رو، برادرم این الان تو قبر خوابیده. من مجبورم به اضافه مصیبتی که دارم به جایی که برم پیش مادرم، پیش پدرم دلداریشون بدم، به جایی که برم پیش اونایی که دارن گریه میکنن تو خونه، من نشستم اینجا دارم نگهبانی برادرم میدم. چرا؟ امنیت نداره، نفش قبرش میکنن. الان از همین الان نشستم تا صبح باید اینجا بشنم. شهرداری هم خودتون میدونید که اکثر قبرستون ها تحت نظر شهرداریه. حالا ببینید شهرداری اینجا الان چندین سال فقط پول میگیره اینجا و برای دفن میت فقط پول میگیره، نه امکاناتی هست، نه روشنایی هست. شما روشنفکرها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم. در راه تو کی ارزشی دارد؟